او مشغول کند. خب این هم نوع سوم سفر. نکته ای رو که من میخوام اینجا بیفزایم با اجازه غزالی، مرحوم ابو حامد غزالی، این است که گفته گریختن بود از چیزی که مشوش دین باشه. سوال میکنیم ازش گریختن از ظلم چطور؟ این که از او حتی مهمتره. ممکن استش که من اهل دین نباشم و پروای دینداری هم نداشته باشم که یک مسئله است بین من و خدا، اما در کشوری، در نظامی و در شرایطی زندگی کنم که ظلم اونجا انسانیت من رو له میکنه. بالاخره آدمی قبل از اینکه دینی داشته باشه آدمی است و به محض آدمی بودن و انسان بودن یک رشته حاجات مهم داره، اقتضاعات دارد انسان بودن آدم، و یکی از اونها اینه که زیر بار ظلم نره. ظلمی که بدترین تأثیرش خرد کردن شخصیت آدمی و انسانیت آدم است. پس سفر سوم گریختن بود از چیزی که مشوش دین باشد، نکته درستی است، اما گریختن باشد از چیزی که مشوش انسانیت انسان باشد، یعنی آدمی رو تکه پاره کند، مشوش کند، پریشان کند، که ظلم بهترین و بالاترین مصداق چنین امری است. اون کلمه مستضعف که ما در قرآن داریم و من آوردم براتون، حالا اینجا معناش روشن‌تر میشه. کسی که مستضعفه فقط اونا نیست که عمل به وظایف دینی نمیتوانستن بکنن، مستضعف بودن ضعیف گیرشون آورده بودن، تحمیل میکردن هرچی رو که میخواستن به اونها، آزادی بهشون نمیدادن، حقوقشون محترم نمیشه مردن. این معنای مستضعف است. فقط این نیست که شما آزادانه نمیتونید دینداری بکنید، آزادانه نمیتونید انسان باشید، اصلا نمیذارن انسان باشید. خب این از اون بالاتره. جناب غزالی خب در روزگاری میدیست که استبداد نرم حکومت‌های همه عالم بود، هیچ فرق نمی‌کنه چه در کشورهای اسلامی، غیر اسلامی، مسیحی فلان. یک پادشاه، خلیفه، یک سلطان قلدر اون بالا و مردم هم مطیع او، و اگر هم گاهی شورشی میشد سرکوب میشد، اگر هم سرکوب نمیشد یک سلطان قلدر دیگر میامد، هیچ بهتر از قبلی نبود که ای بسا بدتر از او بود، و این ماجرایی بود که همیشه جاری بود. به همین دلیل هم جناب غزالی میگفت و به درستی میگفت، میگفت علیه سلاطین شورش نکنید، امر به معروف بکنید، و حتی در مواردی اگر در اثر امر به معروف شما رو کشتند شهید هم محسوب میشوید، اما سلاح برگرفتن جایز نیست. حالا انشاءالله میرسیم به این نکته، و این یکی از تعلیمات مهمه جناب غزالی است که دلیلش هم این بود، نه اینکه نهی شرعی رسیده، دلیلش این بود که اوضاع هیچ بهتر نخواهد شد. هیچ دلیلی نداریم که اوضاع بهتر شود. چرا؟ چون تئوری دیگری برای حکومت کردن در میان نبود، بحث حقوق بشر نبود، بحث دموکراسی نبود، اینها نبود. بنابراین همیشه یک مستبد میرفت، مستبد دیگه میاد. من در دروس بوستان هم خدمت دوستان توضیح دادم که سعدی کارش این بود که سلاطین رو و پادشاهان رو نصیحت کنه. اولا مردم رو هیچ دعوت به شورش نمیکرد، دعوت به خشونت نمیکرد. ای رو به حق چرا ننشستی به جای خیش، با شیر پنجه کردی و دیدی سزای خیش، خونت برای قالی سلطان بریختند، ابله چرا نخفتی بر بوریای خیش. این رو میگفتی. اما از اون ور پادشاهان رو به چی؟ به عدالت و به شفقت بر رعیت و العدل و احسان دعوت میکرد. کاری بیشتر از این هم نمیتونست بکنه، و همین هم از زبان گویای سعدی برمی آمد که به قول خودش میگفت که نه هر کس حق تواند گفت گستاخ، سخن ملکیست سعدی را مسلم. و واقعا اینطور بود. حافظ یکی از اون حرفا رو نزد، حتی در مولوی یکی از اون حرفا نیست، از اون سخنان جسورانه و شجاعانه ای که سعدی در روی پادشاهان میگفت و اونها رو به لطف و یا به عنف دعوت میکرد که با رعیت خودشون به عدالت رفتار بکنن. اونا رو هیچ وقت هم به حکومت اسلامی دعوت نمیکرد، اصلا چنین مفهومی وجود نداشت. به عدالت دعوت میکرد، و اینکه به مردم ظلم نکن، تبعیض نکن، زیاده خواهی نکن، پشتیبان رعیت باش،
و چه نصیحت های عالی که اونجا خواندیم از زبان سعدی و من تکرار نمی کنم. ببینید، گریختن از ظلم شرط انسانیت انسان است. مستضعف موندن و گرفتار شدن شرط نیست، یعنی به لحاظ شرعی روا نیست. اگر شما در جای زندگی میکنید که این نمیگذاره اون نظام که شما انسان باشید، خودتون باشید، آزاد باشید، فریضه است بر شما که از اون ظلم بگریزید. خب حالا گفتم زبان غزالی رابطه حکایت دیگره. خوبه که من در اینجا نکته رو ذکر کنم. یکی از اساتید محترم و دانشمند و یکی از دوستان بزرگوار بنده اخیراً سخنرانی ایراد کردن تحت عنوان چرا مهاجرت نمی کنم و دلائلی هم آوردند که در این روزگار نباید مهاجرت کرد و کوشیدند که حتی گاهی همراه با احساسات لطیفی که ایشون دارند به جوانان کشور و به مخبگان بگویند که وطن خود را رها نکنند و به دیار اجنبی نشتابند. برای اینکه این سخن خودشون رو هم مستدل و مستحکم بکنن ادله آوردن. من مایلم به مناسبت تام و تمامی که با بحث ما داره نظر ایشان رو اینجا بیان بکنم. اونم نه به خاطر اینکه کسی رو ترغیب به مهاجرت بکنم، نه به خاطر اینکه توجیه وضع خودم رو بکنم، هیچ کدوم اینها نیست، بلکه فقط شناختن اوضاع است. بنده شخصا تکلیف خودم برای خودم معلومه. من اگر شرایط ایران چنان باشد که آدمی در اون بتواند زندگی انسانی داشته باشد، همین فردا بلیط میخرم و میرم، ولی دریغا که چنین نیست و کسی چون من مجبورم در جای دیگری زندگی کنم و هیچ پشیمان هم نیستم و بسیار هم خداوند رو شکر می‌گذارم که از این آزادی نسبی برخوردارم که هم به وظایف دینی خودم و وظایف حرفه‌ای خودم و وظایف اخلاقی خودم اینجا به حد طاقت می‌توانم قیام کنم و اون بستگی که در اون محیط برای من بود اینجا به حمدالله وجود نداره و از این جهت بقای خودم و استقرار خودم رو در اینجا کاملا موجه میدونم. نه فقط در مورد خودم رو میگویم، در مورد کثیری از ایرانیانی که فعلا به دیگر غیر ایرانیان کار نداریم که کشورشون رو ترک کردن و در جای دیگری، حالا اهم از آمریکا و اروپا یا کشورهای دیگر زندگی میکنن، به اختیار یا به اجبار بیرون اومدن. اونایی که به اجبار بیرون اومدن که اصلا در امور اجباری تکلیفی نیست و اخلاقی نیست، این حسن قبحی راه ندارد. اونایی هم که به اختیار بیرون آمدن، در مورد اونها هم نمیتوان به آسانی سخن گفت که کار خلافی کردن یا نکردن. برای اینکه سعدی سخن خوبی گفت، گفت نتوان مرد به سختی که من اینجا زادم. سعدی ها حب وطن گرچه حدیثی است درست، نتوان مرد به سختی که من اینجا زادم. اینکه بنده در یه جایی به دنیا اومدم هیچ دلیل نمیشه که من در همونجا بمانم و در همونجا هم بمیرم. ممکنه من علاقه داشته باشم به اونجا، علاقه یه حرف دیگری است، اما ممکنه ترک علاقه بکنم، اما این دلیل نمیشه که کار خلاف اخلاق یا خلاف شرعی کرده باشم. اصلا وطن به معنای امروزین کلمه در گذشته مطرح نبوده. تا ما اصلا بحث کنیم که آیا بیرون آمدن از وطن جایز است یا جایز نیست، این همه علما ما در گذشته داشتیم که نه از وطنشون میرفتن جای دیگه زندگی میکردن. حالا درسته به مغرب زمین نمیمدن چون مغرب زمین مثل شناخته شده نبود، این همه علما مثلا از ایران میرفتن نجف زندگی میکردن، این همه علما از کشورهای عربی یا غیر عربی مثلا میرفتن در مکه اونجاها زندگی میکردن، گفتن فضای بسیار خوبی است. مصر، ما چقدر حکیمان داریم، عارفان، مفسران که در کشورها و جاهای دیگری غیر از وطن خودشون زندگی کردن، همونجا هم سر به زمین نهادن و از دنیا رفتن. اصلا این مسئله که مهاجرت نباید کرد معلوم نیست این از کجا اومده. سفر کردن به خودی خود امر مباحی است،
مهاجرت کردن به خودی خود امر مباحی است. اختیار آدمی است که هر جا دلش خواست اونجا زندگی بکنه. بله اگر یه جایی باشه که دینش مشوش بشه، به قول غزالی، یا انسانیتش مشوش بشه، اونگاه فریضه است که از اونجا بره. در سخنان دوست گرامی ما، استاد محترم ما، نکاتی آمده است که پاره از اونها میشه گفت تعجب انگیزم هست. من مایلم که ذکر کنم و اینجا قدری دربارش سخن بگیم. ببینید، ایشان البته ثقل کلامشون روی نخبگان است. میفرمایند که نخبگان نباید از کشور برن، کشور خالی میشه، این کشور رو باید نخبگان اداره کنن. بله ایشون درست میگن، در کشور ما به دلیل سوء مدیریت، به دلیل تبعیض، به دلیل قهر طبیعت، به دلیل خشونت، به دلیل ستم، به دلیل استبداد، خیلی ها گریختند و قانع کردن اینها به اینکه در وطنتون بمانید کار بسیار مشکلی است، کار بسیار مشکلی است و شخص میتواند هزار دلیل برای رفتن داشته باشه که برای نرفتن ندارد. ایشون میگویند که رفتن نخبگان تمدن ما رو به خطر میاندازه و وطن ما رو خالی میکند، مدیریت به دست نااهلان میافتد. صحبت در این است که نخبگان اگر هم بمانند مگر رشته مدیریت رو به دست اونها میدهند؟ اونچرا که ما ناظر و شاهد او هستیم، متاسفانه استفاده، خیلی معذرت میخوام، از پخمگان است نه از نخبگان. و چرا، به چه امیدی کسی که تحصیل کرده، اهل تدبیر است، ولی سخن شنیده نمیشود و تأثیر و تصرفی در امور ندارد، بماند و خیشتن خیش رو ضایع بکند و تماشاگر تباهی ها باشه و افسوس و دریغ بخوره و از وجودش استفاده نشود؟ چگونه میشه چنین کسی رو ملامت کرد که چرا کشور خودت رو ترک کردید؟ اصلا جای ملامت نیست، جای ترغیب به ترک کشور نیست. اصلا این که کسی باید در یه جای بماند چون وطن اوست، این وطن تعریف مدرن است، دولت ملت. در گذشته مفهومی به نام وطن وجود نداشت. ولذا هیچ کس، شما الان میبینید غزالی هم بحث میکنه که از وطن نروید چون وطن خالی میشود، چون بعد دوچار سوء مدیریت میشود. اینا همه مفاهیم جدیده، اینا تمامش مفاهیم جدیده و همه رو باید عقلایی مورد بررسی قرار داد. من اون نوبت برای شما خواندم اون روایتی که از امام علی هست که ایشان گفتن که خیر البلاد ما حمله، بهترین سرزمین ها اونجاست که تو رو تخم چشمشون میذارن، تو رو به پشتشون میگیرن. یعنی نه اینکه تو رو زمین نمیاندازن، زیر پا لگد مال نمیکنن، بلکه تو رو محترم میشمارن. وقتی احترام انسانی کسی از میان رفت و انسانیت و دینش مشوش شد، هیچ جوازی برای ماندن او نیست. وقتی ایشون دلائلی آوردن که چگونه ما خودمون گویی بهتریم از غربی ها، راجع به کشورهای دیگر مسلمان سخنی نگفتن. اینجا هست که به نظر من سخن ایشان سستی ها و خلل هایی داره. اینکه ما مسلمان ها بیشتر به هم دیگه میرسیم، ما اهل احسان و شفقتیم. ممکنه در غرب عدل باشه ولی در میان ما احسان و فضل هست. اینکه زبون اونا زبون ما نیست، اینکه اونا بیگانن ما هم با اونا بیگانیم، اینکه اید و عزای اونها اید و عزای ما نیست، و اینکه در مغرب زمین حتی شما اگر عالم باشید به راحتی نمیتونید با قوله‌های اون رشته خودتون رقابت کنید، در حالی که تو سرزمین خودتون میتوانید بالا بیاید و بر صدر بنشینید و قدر ببینید. اینکه نظم آهنینی که در غرب دیگه افراطی شده، اوور لگالایزد شده به اصطلاح این کشورها و این جوامع، این که ایران برای ما در حکم مادر است، غرب برای ما در حکم نامادری است، این که خیلی ها که میرن مهاجرت میکنن به زودی پشیمون میشن اما روی بازگشتن به ایران رو ندارن،
و در نهایت هم من خیلی خیلی دارم خلاصه میکنم، کسانی که مایلن میتوانن اصل سخنرانیشون رو گوش بدن، و نهایتا هم میگن همونطوری که جنسیت خودتون رو تحمل میکنید، همونطوری که قیافه و زشتی و زیبایی خودتون تحمل میکنید، نظام سیاسی خودتون رو هم تحمل بکنید. خب یکی مرد به دنیا آمده، یکی زن به دنیا آمده، یکی زشته، یکی زیباست، یکی چنین، یکی چنانه، خب اینا رو تحمل میکنید، یعنی من اینم دیگه. همین رو هم با نظام سیاسی و حکومتی خودش بگوید که بله، من در این شرایط به دنیا اومدم و ترکش بر من واجب نیست. ببینید، من سخن اصلی که دارم و در درج کلام هم اینجا خدمتتون گفتم این است که اولا مسئله مهاجرت به این معنا یک مسئله کاملا مدرن و چه شرعی نداره. ثانیاً اصل در اینکه آدم جایی بمانه تا نماند همین است که اونجا انسانیت او محفوظ هست یا محفوظ نیست، به کارهای ناروا وادار می شود یا نمی شود. سوم اینکه واقعاً به این استاد محترم باید گفت نه همه کسانی که به مغرب زمین رو میارند، ولی بسیاری از بیقانونی به قانون رو میارند. همون چیزی که ما از 100 سال و بیش از 100 سال از دوران مشروطه به این طرف طالبش بودیم و هرگز به او نرسیدیم. وقتی که یک کسی میاد آمریکا، میره اروپا، یه خانمی میبینه میتونه حجابش رو داشته باشه. اصلا به قول یکی پای صحبت یکی از استادان بودم در لندن، گفت الان پایتخت اسلام شده لندن و پاریس. واقعا شما در لندن وقتی زندگی میکنید، نماز جمعتون به راز، مساجد هست، عزا هست، روزخانی هست، حجاب شما میتونید داشته باشید، گوشت حلال میتونید داشته باشید، اصلا یک زندگی کاملا اسلامی میتونید انجام بدید و در این حال قدر و منزلت هم دارید، حقوقتون هم محفوظه، کسی به شما تعدی کرد دادگاه ها به شما میرسن، رشوه هم لازم نیست بدید، رشوه هم نمیتونید بگیرید و از همه جهت شما میبینید که پروتکت میشید، تحت حمایتید و بین شما و دیگران تبعیضی قائل نمیشن. اینا معناش این است که بگیم این کشورها بهشت برینن، اینطوری نیست، فقط در مقایسه ما داریم اینها رو میگیم. خب وقتی که برای یک کسی این شرایط مهیاست و در جای دیگری مهیا نیست، ما چگونه به او میتونیم بگیم که تو یک نظامی رو تحمل کن که هیچ چیزی رو به تو نمیدهد و همه چیز رو باید با او با التماس از او بستانی، اون هم با تبعیض، اون هم با خفت و خاری، اون هم با ذلت و مذلت؟ چرا، چگونه میشه آدمی کسی رو دعوت کند که مهاجرت روا نیست و تمدن خالی می شود؟ به اون کسانی باید گفت که دارن تمدن رو خالی میکنن، به اون کسانی باید گفت که این وطن رو دارن از بین میبرن، سوء مدیریت اونها باعث شده است که شرایطی پیش بیاد که فرزندان این وطن نتوانند با مادرشون زندگی کنند و وادار شوند که از آغوش مادر به آغوش نامادری بگریزند به تعبیر ایشان. وقتی که راه ها رو باز نمیگذارند، وقتی که شما ببینید یکی از کشورانی که بیشترین اپوزیسیونش خارج کشور زندگی میکنه ایران، معنای حرف چیه؟ معنای این حرف است که مردم در داخل کشور نمیتونن حرفاشونو بزنن، میان بیرون حرفاشونو میزنن. ما به اون اپوزیسیون راستین میگیم، اونایی که حالا با وابسته به دشمنانن و اجانبن، اونا ما کاری نداریم، ولی خیلی دل پوری دارن. و وقتی که در درون مجالی نیست برای برآوردن بانک و افغان کردن یا برای مؤثر بودن و همه جاش از شما فقط اطاعت یا تسلیم میخوان، برای اینکه شما به راه خودتون بروید، همه جا از شما میخوان که همراه ما و پیرو ما باشید، حرفی که ما به دهانتون میگذاریم بزنید. وقتی که شما نور چشمی ها رو میبینید که از شما جلو میزنن، نالایق هایی رو میبینید که بر صدر نشستن، آقازاده هایی رو میبینید که مهاجرت کردن، خارج کشور زندگی میکنن، چگونه میشه کسی رو قانع کرد که بهترین جا اونجاست، یعنی وطن خود اوست، وقتی که هیچ حجتی در میان نیست؟ من همه اینا رو عرض میکنم، البته
خود من به دانشجوهایی که اینجا برخورد میکنم میگم اگر میتوانید برگردید، تحمل کنید، ولی در مقابل ادله اونها چندان دلیلی ندارم، فقط به لحاظ عاطفی و احساسی میتوانم به اونها بگویم که بهتر است به کشور خودتون خدمت کنید، در حالی که همه آدمیان در دنیا بندگان خداوند. یک کسی که پزشکی میدونه هیچ فرقی نمیکنه که یک بیمار مسلمان رو درمان کنه یا بیمار نامسلمان رو. همه پزشکان در همه دنیا وقتی که پزشک میشن اون قسمنامه بقراط رو میخونن که اون تو به صراحت گفته که من نگاه نمی کنم که بیمار من کیست، هم کیش من است، هم وطن من است، من فقط به بیمار نظر میکنم و درمانش میکنم و شرط هم همین است. لذا یک طبیب طبابتش رو میکنه هر جا که هست و همه هم بندگان خداونده، هیچ فرقی با یکدیگر ندارن. از این نظر هیچ کسی رو نمیتوان مستوجب ملامت دانست. عرض میشود که